تو این ویدیو میخوام یکی از جذابترین تکنیک ها رو برای واید کردن صدا بهتون آموزش بدم که این تکنیک روی خیلی از پروژه ها قابل اجراست بدون اینکه صدای شما رو دچار مشکل فاز بکنه یا پانچ اون رو خراب بکنه میتونید بسته به شرایط هر پروژه ای و صداهایی که توی اون پروژه دارید از این تکنیک استفاده بکنید توی این پروژه که این شکلی صدا میده من میخوام روی این صدای پد این تکنیک رو اجرا بکنم و اون رو به حالت واید تری در بیارم پدمون به این شکله خب اولین کاری که میکنم یه ایکیو روی این پد میذارم و های شلف های فرکانس رو تقویت میکنم بعد این رو میذارم روی سیگنال سمت چپ یا لفت فقط سیگنال اسپیکر سمت چپ من الان داره این های شلف روش اتفاق میفته یه بار دیگه هم همین کار رو انجام میدم و این بار میذارم روی رایت پس یک بار من سیگنال سمت راست و یک بار هم سیگنال سمت چپ رو های شلف فرکانس های ف... محدوده های فرکانس رو تقویت کردم خب مرحله دوم باید بیام این دوتا رو با الفو به حرکت در بیارم اگر توی دی ای دبلیو های دیگری هستید با اوتومیشن این دو تا الفو میتونید این کار رو انجام بدید یعنی یک میزان میایید اوتومیشن رو مینویسید طوری که این حرکت بکنه در واقع این به این شکل حرکت بکنه و بعد تا آخر کپی میکنید ولی کیوبیس 14 خیلی خیلی این کار رو راحت کرده از این قسمت میتونید مدولیشن رو روشن کنید و اینجا یک الفو اضافه بکنید و فقط کافیه که پارامتری که میخواید رو تغییر بدید این دیگه شروع میکنه تغییر کردن فقط مسئله اینه که من حالا با سرعت در واقع یک چهارم هم دارم این رو تغییر میدم بسته به پروژهتون میتونید اینو تصمیم بگیرید که تو چه سرعتی بهتر جواب میده روی صدای شما و بسته به پروژه شما یه بار دیگه هم همین کار رو انجام میدم و یه الفای دیگه هم میذارم این دفعه این یکی رو تکون میدم این دو تا الفو داره تکون میخوره شو میارم تو محدوده مثبت یکیشو تو محدوده منفی میخوام این دوتا خلاف جهت هم حرکت کنم ببینید اتفاقی که میخواستم الان افتاده دو تا های شلف دارم که دارن در خلاف جهت هم حرکت میکنن حالا شما میتونید اینجا خیلی دقیق تنظیم کنید اینها رو حرکتشون رو سرعتشون رو و پارامترهای مختلفشون رو من توی این ویدیو میخوام تکنیک کلی رو به شما آموزش بدم دیگه شما بسته به شرایط پروژهتون میتونید روی هر پروژه اون رو پیاده سازی بکنید و در واقع کاستومایز بکنید برای خود اون صدایی که توی پروژهتون دارید این مرحله اول و دوم کار من تموم شد حالا فقط کافیه یه دونه در واقع مولتی بند اکسپندر نیاز دارم که من از پلاگین ففیلتر پرو ام بی استفاده می کنم یک فیلتر روی محدوده های فرکانس می زارم و اونو میارم رو حالت اکسپندر و رنجش رو میارم به سمت بالا و نکته اینجاست که میارمش روی ساید و اینجا هم اس شد یعنی فقط روی ساید ها این داره اعمال میشه حالا وقتی صدا رو پلی میکنم باید ترشولد رو جوری تنظیم کنم که روی ضربه های صدای من اینم صدا رو تقویت کنه در واقع اکسپندر داره داینامیک رنج صدای منو تقویت میکنه حالا ولوم صداتون نباید تغییر کنه اگر احساس میکنید ولومتون تغییر میکنه یه خورده از این خروجی فف فیلتر پرو ام بی یا همون فف فیلتر پرو میتونید این رو کاهش بدید که ولوم تغییر نکنه فقط صداتون واید تر بشه با این روش شما میتونید این کار رو انجام بدید توی هر دی ای قابل انجام هست ولی توی کیو بیس 14 خیلی راحت و سریع به خاطر وجود این مدولیتور ها میتونید این کار رو انجام بدید ضمن اینکه از این قسمت پایین کیو اینجا مدولیتور هایی هم که روی این لاین اعمال شده رو همه رو میتونیم یک جا ببینیم به این ترتیب شما میتونید هر صدایی رو شدت واید کنید با اجرای این تکنیک کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید